برنامه خدا، سلام بر شما. با برنامه نگرش خوش آمدید. صلح کلمه مقدس اما گم شده مردم افغانستان. اما این صلح با کی و با چی قیمته؟ با کسانی که در یک روز صدها تن از هموطنان ما را کشته و زخمی میکند و یا با کسانی دیگر؟ هنوز هم باید پروسه صلح و پروسه گفتگوهای صلح ادامه داشته باشد و یا خیر؟ پیرامون این موضوعات بحث داریم در برنامه شب نگرش. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در استودیو انجینیر منور شاه بادری، عضو مجلس نمایندگان، آقای گل احمد اعظمی عضو مجلس سنا و دکتر فاطمه عزیز عضو مجلس نمایندگان. مهمانان گرامی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای بادری، صلح با چی قیمت باید در افغانستان تامین شود؟ با کشته شدن صدها تن از هموطنان ما و یا با کدام قیمت دیگری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت دوستای خوب ما، همسینفی های ما، جناب دکتر صاحب و جناب عظیمی صاحب و همکارای تکنیکی شما، و سلام ویژه دارم برای ملت رنج کشیده و درد کشیده افغانستان، بخصوصا خانواده های داغدار شهدای دیروز و شهدای گذشته مردم افغانستان. صلح کلمه آرمانی شده برای ما مردم. صلح قیمتی دارد. قیمت صلح این نیست که جان مردم ما رو بگیرد. آیا دیدگاهی که حکومت و یا طالب یا گروه مخالف نسبت به صلح دارد چی است؟ ما در طول سالیان سال هنوز متوجه نشدیم که صلح با کی انجام بدیم. گاهی دست طالب به عنوان صلح دست دراز کردیم، دکاندار برآمد. گاهی حکومت پاکستان دستش گرفتیم، او هم صادق نبرآمد. گاهی کشورهای منطقه را در صلح دعوت کردیم، اونا هم توان ایره نداشتن که صلح برای مردم افغانستان به بار بیاره. چیزی که مهم است، امروز نتیجه صلح دیدیم که قربانی میشه، جز مردم افغانستان دیگه چیزی ندارد. پس رای را که حکومت افغانستان و در کل دولت افغانستان انتخاب کرده رای نادرست است. ببینیم، ما صلح میخواهیم، صلح آرزوی مردم افغانستان است. بله. اما این رای صلح نیست. یک رای صلح جنگ است. یک رای صلح مقابله با دشمن است. کونهای است از نقطه ضعیف خود با ما دست صلح دراز کنه. همیشه صلح پیشنهاد یک جانبه حکومت افغانستان بوده. ایست که وقتی مخالفین حکومت افغانستان بحثی که به عنوان صلح میشنوند که از طرف حکومت افغانستان به اونها اعلان میشه، در اصل از دید اونها ناتوانی حکومت افغانستان. واقعیت چی است؟ ناتوانی حکومت افغانستان است یا اینکه برنامه حکومت افغانستان؟ ببینیم، صلح ناتوانی نیست که حکومت افغانستان به اونها. نه، شعار افغانستان، عملکرد افغانستان، عملکرد حکومت افغانستان ناتوانی است یا اینکه برنامه است؟ ببینیم، در اصل نه ناتوانی است و نه یک برنامه مشخص است که ما میتونیم به یک کلمه دیگه استفاده بکنیم. چه کلمه؟ که صلح آرمان سرگردان مردم افغانستان است که بازیچی شده برای دیگران و به خاطر کشتار مردم افغانستان. ما در این میتونیم تعریف بکنیم، کشورهای منطقه را هم تعریف کرده میتونیم، کشورهای همسایه را هم میتونیم تعریف بکنیم، هر کدام در این قالب میتونیم پیدا بکنیم که به این منوال اینها دنبال منافع خود هستند. نه به عنوان از اینکه مردم افغانستان به یک آسایش برسد. و در اصل دیدگاه حکومت های امروزیه که در اطراف ما هستند ایست که، یا حکومت پاکستان در کل دیدگاهش ایست، هرگاه ثبات در افغانستان بیاید باعث بی‌ثباتی پاکستان خواهد شد. واقعیت امر چی است؟ واقعیت امر ایست که پاکستان با سیاست های امروزی خود که در قبال مردم افغانستان دارد، کوشش میکنه که هیچ وقت در افغانستان امنیت وجود نه، چون حکومت پاکستان هم یک حکومت نظامی و زورگو هست. هرگاه اگر
اتباعی او کشور یک کشور امن در امسایگی خود پیدا کند، بدون شک اونا هم مثلی که افغانان امروز پناهنده و مهاجر هستند، اونا هم از حکومت‌های خود دل خوش ندارند. پس میتونیم بگوییم که حکومت افغانستان فعلا بر راه غلط روان است، همواره دامن پاکستان را گرفته تا صلح را در افغانستان برای ما تامین کند. ببینیم، تعریف این نیست که ما تنها حکومت پاکستان در این که 100% شریک است، اما کشورهای زیدخل موضوع هم هست. بحث های کلان منطقوی وجود دارد، هند هست، چین هست، روسیه هست، اینا هم باعث از این میشه که ما در همین بی‌ثباتی قرار بگیریم. امروز کلمه جهاد را آوردن به افغانستان که طالب میگه ما جهاد میکنیم، اما در اصل کشاندن جنگ، از بیرون کردن جنگ از مرزهای خود و وارد کردن جنگ در افغانستان به عنوان از اینکه اگر جهاد میکنیم بفرمایید اینجا هم آمریکایی است و دیگه است. این دیدگاه های فرامنطقوی و جهانی نسبت به افغانستان است. ما امروز تبدیل به یک آزمایشگاه شدیم که هر نوع سلاح و هر نوع به اصطلاح همون قدرت ها به نحوی حضور خود در اینجا داشته باشند تا این جنگ به مرزهای کشورهای اونا نرسد. نه. اگر ما به صلح برسیم، فردای جنگ به دروازهای اونا میرن. چرا یک دفعه رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد که ما عساکر خود در افغانستان به 900 نفر میرسانیم؟ باز چی شد که دوباره تعداد عساکر خود زیاد کرد؟ به این نتیجه رسید که اگر ما فردا افغانستان رو به هر نحوی ترک بکنیم، این جنگ به دروازهای کشورهای ما میرسه. و هم پاکستان خودش زیدخلی موضوع. شما ببینیم که اردوی افغانستان که از زمان گذشته و مجاهدین بود به هم پاشان، افغانستان تکه و پارچه کرد. بحث عمدی از اونا سر خط دیورن هست، منافی های دیگی منطقوی دارد و از این باجبیگیری های از کشورهای همچه آمریکا و اروپا دارد که منافع خود در اون میبینه. هرگاه افغانستان به ثبات برسه، بحثی است که دیگه پاکستان خودش ضعفش پیدا میشه، او وقت علیه او حکومت مردمش قیام خواهد کرد. تشکر آقای عظمی. با توجه به حمله اخیر، آیا ضرور است که حکومت افغانستان همچنان پروسه گفتگوهای صلح را ادامه بدهد با کسانی که در یک روز بیشتر از 300 نفر یا 400 نفر افغان را کشته و زخمی کردند؟ به نام خداوند بزرگ، سلام خدمت شما، وکیل صاحب فاطمه جان عزیز، جناب بادوری صاحب و بیننده های عزیز تلویزیون. صلح آرمان دیرینه مردم افغانستان است. جنگ به هر حالت محکوم است. تقریبا چیزی کم 14 است که جنگ از ما قربانی میگیرند. از دورانی که چون افغانستان یک تختخیز برای رقابت‌های کشورهای قدرتمند جهان، کشورهای منطقه تبدیل شده، شما ببینید همین که میگه ما میلیون‌ها شهید و زخمی، آواره و مهاجر، این عاملش کلگی بدبختی و امو جنگ است. به هر حالت ختم هر جنگ صلح است و افغانستان با وصف ما کاملا مخالف هستم که هیچ نوع راه حل نظامی ندارم. بارها گفتم ما توانایی کوبیدن مخالفین حکومت افغانستان 100% نداریم. افغانستان سریلانکا نیست. از موقف ضعیف داخل شویم و با پروسه صلح؟ نه خیر، نه خیر، میایم سر از این موضوع. صلح را با کسایی کنیم که واقعا علاقمند به صلح هست، کسایی که اونا علاقمند به ایست که دیگه ای جنگ ختم شود و جنگ با کسانی کنیم که مردم ما را میکشند، تباه میکنند. به ابتدا بازم میخوایم یک دفعه تاکید کنیم که تسلیت میگم به فامیلایی که دیروز به اضافه از 60 نفر 60 فامیل شهید دادن و اضافه از 300 نفر زخمی دادن. برای زخمی ها یک شفای عاجل. و شما ببینید تقریبا 400-500 انسان چه که 400-500 فامیل بدبخت شد، تباه شد. اینا را اگر ما در پهلوی از این مسائل باز هم بگویم که همیشه باید جنگ باشه، خب این همی تبایی است، همی 30-40 سال تبایی است. یک راه تامین صلح در یک کشور جنگ نیست؟ جنگ با کسانی که جنگ میکنه. جنگ درست است، ما صلح را میخوایم، صلح را
آرمان مردم افغانستان است. یک چیز باید متوجه باشیم، این جنگ جنگ افغان ها نیست، اما افغان ها قربانی میدهد. دقیقاً افغان ها قربانی میده. جنگ جنگ منطقوی است، جنگ جنگ جهانی است. با عقیده ما یک بودش جنگ داخلی است که سوء استفاده میکنن قدرت های نیرومند جهان، قدرت های منطقه و مردم افغانستان به نام ها و به دامن زدن تعصبات سیاسی، ملیتی، قومی، مذهبی و این مسائل دامن زدن و بالاخره قربانی شی نیست که ما به یک روز 400-500 نفر دیروز در پل محمود خان از دست مشخصا در شرایط کنونی با توجه به حادثه دیروز، آیا ضرور است که پروسه گفتگوهای صلح همچنان ادامه بیابد؟ پروسه ای که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیرد؟ بله، پروسه صلح با یک دیپلماسی مردم افغانستان قربانی بدهد. چی میکنین؟ جنگ دوام میتین؟ خب ببینین، شما گفتین که افغان ها کشته میشه این طرف و اون طرف، بکشیم طرف مقابل خوی نمو افغان هاست. کسایی را باید کشته شوه که واقعا مردم ما را میکشن، یا دستای بیرونی هستند، دستای درونی نیست. مگر ما او توانایی را داریم که دستای بیرونی را بالاخره قطع کنیم و یا اونها را بکشیم؟ دقیقاً با دیپلماسی فعال میتونیم. ما هم پیمان هستیم با ایالات متحده آمریکا، هم پیمان هستیم با ناتو. امروز اونا حضور نظامی داره به افغانستان، ما با کمک از وا، با حمایت از وا و با فشار از وا و محلاتی که لانه های تروریسم است، ما میتونیم که به یک صلح واقعی برسیم. دیگه غیر از او اینمی جنگ خواهد باشه، این بدبختی و این مصیبت و این قربانی. حالا متاسفانه تعداد زیاد از کارشناسان میگن که ما دیپلماسی قوی نداریم، در شرایط کنونی چه باید شود؟ دیپلماسی قوی را تا اندازه ما هم نظر هستم که ما دیپلماسی ما اگر قوی می بود، امروز ایالات متحده آمریکا، ناتو اگر با ما به یک مسیر، به یک استقامت روان می بود و فشار قوی را منداخت سر کشورهایی که امروز جنگ دامن میزنه. خب ما به این بدبختی و مصیبت مواجه نمی بودیم. دیپلماسی فعال، پلان و استراتژی و یک رابرد مشخص ما را میتونه به هدف برسانه که متاسفانه شما در طول 15 سال از شروع حکومت موقت تا امروز دنبال کنین، ما واقعا به هدف خود نرسیدیم که هدف مردم افغانستان صلح است. آقای بادری، با معذرت آقای عظیمی، شما گفتین جنگ از ما قربانی میگیرد. ما شاهد هستیم که در این 14 سال پروسه صلح هم از مردم افغانستان قربانی گرفته. بفرمایید چرا؟ من دقیقا امرای شما موافق هستم. به خاطر آوردن صلح اینمی جنگ است. یکی خود جنگ ما دائما جنگ گفتم محکوم است، اما جنگ سر ما تحمیل شده. به خاطر دفاع از خود ما قربانی میتیم. دفاع از خود اینمو آوردن یک صلح پایدار و دائمی است که ما به او نرسیدیم. در پهلوی ازی که من این مسائل یادآوری کردم، خود دکترین سیاست دفاعی ما، دکترین نظامی ما هم مقصر هستند، مسئول هستند. شما ببینین امیال مشکلاتی که امروز دیروز در منطقه پل محمود خان پیش آمد. تروریسم خود تروریسم است، مرزش مشخص است. میگه امرایت میجنگم، تبایت میسازم. ای آرمان ما است، ای هدف ما است. این حال مقصر اصلی که این مواد انفجاری به این امکانات قوی، این موتر، این پرسنل پیاده مخالفین، داخل شدن از این به اداره امنیت ملی، به اینجا که مقصر است. اینجا تا افراد و اشخاص مشخص نشوه، مقصر اصلی تثبیت نشوه، مثل که هم موضوع کندوز بود. با کندوز شما کی را دیدین؟ یک ولایت سقوط کرد، کس والی را محاکمه نکرد، قماندان امنیه، رئیس امنیت، دیگه مسئولینی که ردی بالا بود، تا که اصل مکافات و مجازات مراعات نشوه و به مردم افغانستان عملا نشان داده نشوه. ما فکر نمی کنم که ختمی از این جنگ باشه. تشکر خانم عزیز. فکر نمی کنید که وقت او رسیده که حکومت افغانستان و در کل دولت افغانستان اقدام جدی نماید، به خاطر از بین بردن مخالفان مسلح دولت افغانستان، به خاطر از بین بردن کسانی که مردم بیگناه را میکشند و بالاخره زخمی میسازند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز و تمام بیننده های محترم، درود بر روان پاک شهدا و تسلیت بر تمام خانواده های غمدار که واقعا تمام افغانستان در این غم شریک هستند. صلح یک نیاز مبرم بر مردم افغانستان است در شرایط فعلی، در هر وقت و زمان. و امروز که مردم افغانستان واقعا دیگه از جنگ خسته شدن و
ضروریت اولیه و اساسیشان صلح است و خواست اساسیشان از دولت افغانستان از کشورهای بزرگی که در افغانستان به خاطر آوردن صلح حضور دارند، از اونها فقط ای است که به خاطر یک نفس آرام کشیدن برشان زمینه مساعد شود. خب متاسفانه مذاکرات صلح ای یک پروژه است که قربانی از ای مردم مظلوم افغانستان است و سود را کسانی میبرند که اونا در عقب از ای پروژه قرار دارند و این گیم بازی میکنند. شاید دستای بسیار بزرگی باشند. جبری و قصد پدار هستند. اجازه بدین، بسیار این مسئله بسیار بزرگ است و کشورهای بیرونی در این مستقیما دخیل هستند. ما نمیتونیم که هر موضوع را بندازیم سر هر ریاست جمهوری. درست است هر ریاست جمهوری هم کمیا و کاستی های خود داشته که بارها ما گفتیم. و اما در اینجا دستای بزرگی دیگه هم است که در اینجا در این بازی شریک هستند. مثلا چه دستانه؟ و دید دولت افغانستان و خاصتا حکومت افغانستان متاسفانه همیشه در راستای مذاکرات صلح و آغاز گفتگوهای صلح دید خوشبینانه بوده و همیشه خوشباورانه به این پروسه عمل میکنند. ولی هیچگاهی تحلیل نشده که آیا طرف مقابل ما صلح میخواهند یا نمیخواهند و آیا کسانی که در عقب از این اشخاص و افراد هستند، آیا کسانی که این هراس افغانا را حمایت میکنند، آیا اونا اجازه میتن که اینا بیان به میز مذاکره بشینن یا اجازه نمیتن برشان؟ 15 سال از ایجاد اجازه بدین که مگپ خود تکمیل کنم. دولت جدید در افغانستان گذشته. چرا این تعریف تا هنوز مشخص نشده که آیا مخالفان صلح میخواهد و آیا باداران اون مخالفان میگذارند که در افغانستان صلح تامین شود؟ خب متاسفانه امی بازی از زمانی که آغاز شده ناکام بوده تا امروز. در زمان حکومت جناب کرزی هم به همین شکل بوده. شما دیدین که به هزارها یا به صدها کسانی که به اصطلاح اونا از جمله مجرمین بودن دستگیر شدن، به کجا به کجا بودن، به عوض از اینکه اونا جزا داده شوند از زندانها رها شدن. مردم افغانستان شاهد است که کسانی که عملات انتحاری انجام میدادن اونا را وقتی دستگیر کردن به عوض از اینکه جزا میدادن از امو آغاز جلوش میگرفتن، امروز گپ به این سطح نمیرسید. اونا را بردن تقدیر کردن به ارگ ریاست جمهوری شاندن تا که بالاخره دوباره آمد عمله انتحاری را انجام داد و وطنای ما را به خاک خون کشاند. اجازه بدین، ما هم در این پروسه ناکام بودیم و کسانی که این گیم بازی میکنن اونا موفق هستند، چون اونا بسیار به اصطلاح سنجیده با یک استراتژی داخل میشن. گاهی ما را به قطر میکشانن، گاهی هم چین پیش قدم میشه و گاهی هم مذاکرات چهار جانبه انجام میشه و مردم افغانستان است که همیشه به این به اصطلاح باور میکنن و خوش باورانه میبینن و بسیار تلاش میکنن که کاش که یک روز در افغانستان صلح بیاید. ولی متاسفانه مثل حادثه دیروز هر وقت که مذاکرات صلح آغاز میشه مردم ما مظلومانه به خاک خون کشانده میشه و واقعا حادثه غم انگیز دیروز این افغانستان تکان داد و این باید دیگه برای مردم دنیا و کسانی که لاف از حقوق بشر میزنن، کسانی که اونا میان در افغانستان میگن ما به خاطر تروریسم مبارزه میکنیم، ما با ایشان پیمانهای امنیتی داریم، بالاخره اونها بیان به داد مردم مظلوم ما برسن. ما با یک دنیا امید رفتیم، پیمان امنیتی رو امضا کردیم با ایشان که باید در افغانستان صلح تامین شود. چرا اونها، چرا دولت افغانستان به داد مردم نمیرسد؟ خب این که دولت افغانستان کمیا و کاستی های خود هم داره، باید از یک برنامه جدیدی را به خاطر آوردن صلح در افغانستان روی دست بگیرن. با همو کسایی که در عقب از این پروژه قرار دارن با اونا باید از بشینن، اول با اونا به تفاهم برسن که اونا چی میخواین که در افغانستان جنگ دامن میزنن. او کسانی که تروریسم و یا هراس افغانا را در افغانستان حمایت میکنن یا اونا را به اصطلاح سازمان یافته به اینجا میفرستن که مردم ما را به خاک خون میکشن، اول باید با اونها اینا بشینن، حکومت افغانستان مذاکره بکنن، اونا را خواستشان تا اونها نخواین این چهار نفر طالب یا هراس افغان که میای کورکورانه به خاطر از اینکه مردم به خاک خون اینا هیچ کاری نیستن. اینا اصلا نمیفهمن که چی گپ است. فقط اینا سازمان یافته آورده میشه برو در فلانی جایی که انتحاری میکنی و راست به جنت میری، به می شکل اینا شستشوی مغزی میشه فرستاده میشن. یعنی کسانی که در عقب از این پروژه هستن باید اول اونا قناعت داده شون، امرای از اونا باید دولت افغانستان به تفاهم برسن تا اونا قانع شون و اینا را جناب انتحار و انفجار گرفتن. دولت افغانستان وجود دارد؟ کاش که وجود می داشت. متاسفانه مشکلات زیاد ما در حکومت خودم داریم که ما بارها او را انتقادم کردیم و گفتیم ما بزرگتر از حکومت در دولت وجود دارد؟ در مجموع دولت افغانستان، در مجموع مردم افغانستان، ملت افغانستان به خاطر آوردن صلح باید که همدست شوند.
باید تا زمانی که یک وحدت نظر و همه مردم افغانستان به خاطر ساختن یک خانه مشترک خود دست به دست هم نتن، وقتی از داخل نظام یک کس خائن میشه، به مادر وطن خیانت میکنه و با مخالفین دست یکی میکنه و او موتر به اصطلاح بزرگ را که مملو از مواد انتحاری و انفجاری است اجازه میده که به داخل شهر میه، اونو خائنین باید از دستگیر شون و او کسایی که به این وطن خیانت میکنن تا که اونا به جزای اعمالشان نرسن. ببینین وقتی از داخل خانه کس خائن نباشه، بیرونی سر آدم موفق نمیشه. من 14 سال یا 15 سال چقدر این خائنین مشخص شده با جزا داده شده؟ من براتون میگم وقتی عمل کننده این تاری در اینجا جزا داده نشده، وقتی کسانی که امی طرح و برنامه ریزی اینمی حملات تروریستی را میکنه، اونا از زندان های بسیار بزرگ با میانجیگری مردم رفتن رها شدن، وقتی اونا رها شدن پس دوباره آمدن امی مردم را به خاک خون کشندن، جوابدهی از این کی است؟ آیا یک روز از جناب کرزی صبح کسی پرسان کرد؟ کسی برش گفت؟ امروز مردم میگه به خدا چطور از رهبر اسی از درست است ما قبول داریم و اما بیاین از واقعیت نگذاریم که از آغاز این نظام امی تمام خرابی هایی که در این نظام وجود داره ای از آغاز همیتر سنگ امو شعری است که میگه خشت اول گرنهت میمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ. از آغاز این روزهایی که امی به اصطلاح حکومت 13 سال پیش ساخته شد، باید از که اینجا نه او خشت اول کچ مانده نمیشد، باید خشتای اول محکم مانده میشد. تا امروز ما یک نظام بسیار قوی میداشتیم. امروز باز مخالفین یا هر کسی که بدخواه افغانستان است نمیتونست که سر افغانستان موفق شوه. تشکر. آقای انجینیر، جنگ نامش بد است، قربانی میگیرد. حالا صلح را که ما با گوش ما باز است برای صلح، اون هم قربانی مردم افغانستان میدهد برایش. کجای کار مشکل دارد؟ کجای تحلیل ما مشکل دارد؟ ببینیم، تحلیل ما مشکل ندارد. اصل سناریوی تعریف شده است برای ملت افغانستان که باید چنین بدبختی ها را ببیند. از طرف کی ها؟ از طرف خارجی ها، منطقه، منافع های منطقوی، منافع های سیاسی، منافع های نظامی منطقوی که کشورها زیدخل در این موضوع مشخص است که ما مسئولیت قربانی است. مسئولیت ما ایست، ای کاش ما یک اقتصاد قوی می داشتیم که تمام سیاست های ما بر اساس امو ضرورت ما مطرح می شد. متاسفانه که امروز ما افراد و اشخاص یا کشورهایی که زیدخل در سیاست امروزی خود می دانیم، یا به اصطلاح کسایی که برای ما نان می دهد و فرمان می دهد و هی بحث فرمان دادن اینها باعث ازی شده که ما هم نتانیم سیاست مشخصی در قبال کشور خود داشته باشیم. و در کل سیاست های ما امروز طوری است که بر اساس اقتصاد ضعیف ما، سیاست های ناشی از تنفس عمیق است. سیاست های ما همیشه عکس العملی و کوتاه مدت است. اگر ما بیاییم یک اقتصاد قوی می داشتیم، از بود اقتصادی قضیه به این نگاه می کنیم، امروز نیاز نمی داشتیم به کشورهای خارجی و چنین سناریوی برای ما تعریف نمی کرد، ما در کل می دانستیم که به جایگاهی برسیم. در کل ما بیاییم امروز کشور پاکستان که در این مسائل افغانستان بسیار زیدخل است و هر روز حکومت را افغانستان را به نوی او هم دخیل در قضایا می داند، ما از سوال ما ایست که از حکومت پاکستان، افغانستان توان تولید باروت دارد؟ نه خیر. افغانستان آیا توان تولیدی یک دانه مرمی را دارد؟ نه. پس اینا از کجا میاد؟ اینا هم از کشور پاکستان و سازماندهی میشد که اینا وارد خاک افغانستان میشه. هر کجا چنین است، پس چرا شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد نمیشود؟ ببینیم این طرحهای پالیسی چرا در سازمان امنیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوعات به تکرار شد. حتی شما خود شما بیایم ببینیم که سرتاج عزیز مشاور امنیت پاکستان خودش اعلان میکنه که بله طالبان رو خود ما حمایت میکنیم، اونا به حرف گفت ما هست. پس اینها طالب نیست، اسم از طالب است. یک تعداد گروه هایی که بحثی اختلافات جزئی با حکومت افغانستان دارد، به هر نوی اونا هم به عنوان مخالف یا سوء استفادگر در منطقه وجود دارد، حاصل تمامی پروگرام های خاص و مختصی که امروز افغانستان ضربه میزند از کشور پاکستان تر علیه افغانستان میشه. متاسفانه
که ما نبودی رابردی منظم و از اراده از خود داشته باشیم در قضایا نداریم و ما هم هر کدام به نوی حکومت افغانستان را مقصر میدانیم. وقتی دشمن هم از این آلت ما میبینند که ما هم سراسیمه هستیم، هر کدام روی فشار حکومت فشار میگذاریم، فکر میکنند که پیروزی از هان ما است. اما فکر نمیکنید که مسئولیت دولت افغانستان از حکومت بزرگتر، مسئولیت دولت است که باید جلوگیری کند؟ ببینیم جلوگیری از چه کاری بکنیم؟ یک، در حد توان باید کارهای انجام داد، چیزی که ما توان داریم. متاسفانه که کسایی که امروز در مسائل افغانستان خود امیار و امپیمان ما میدانند، صادق اونا هم نیستند، چون امروز تکنولوژی های پیشرفتی دنیا در دست اینا است. شما روزی طالب که قدرت سراسر افغانستان دستش بود در 24 ساعت شکست میخوره و افغانستان یلا میکنه و همه گروه چطور میتونن بیاد؟ پس ببینیم امروز فراتر از اون موضوعات است. امروز منافعهای منطقوی است، منافعهای منطقوی بر اصل اقتصاد میچرخه. وقتی که روزی اروپا و غرب دروازه بازار آزاد اقتصاد چین پذیرفت، اونجا بود که اینها شکست خوردن و حال به نحوی میخواهند که در افغانستان از اینجا تاثیرات خود وارد بکنند. فردا این بر از اینا مشکل ساز خواهد شد، روسیه مشکل ساز خواهد شد. چرا امروز افغانستان از نقطه نظر ژئوپلیتیک که ما میگیم قلب آسیا هست، این قلب آسیا معنا و مفهومی چیست؟ معنا و مفهومی است که از افغانستان به هر گوشی از آسیا ما دسترسی راحت میتونیم داشته باشیم. چرا امروز ما به عنوان این موره استفاده شدیم؟ چرا امروز قربانی ما شدیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر چراها را کی باید بدهد؟ چراها را ما باید بدیم، ملت افغانستان نه، بلکه کسایی که در راس ملت افغانستان بوده، چه از گروه های جهادی گرفته، چه از گروه های دیگی که به هر نحوی ایجاد شده و چه از حکومت هایی که در وقت خود ایجاد شده، اینها چراهای مردم افغانستان. اما آیا اگر جرعت... اجازه بدیم اگر اینها با یک دید اتحاد و وحدت در افغانستان گام میگذاشت، هیچ کس جرأت نمیکرد که امروز ما را بیاند. ببینیم تفرقه انداختند و دیگران حکومت میکنند. امروز ما دستخوش تفرقه های بیگانگان هستیم، ما را به قوم، ما را به زبان، سمت، به همه چیز تجزیه کرد و در هر جا ما را شناخت. حالا دیگه، حالا که شناخته شدیم، هر کس به نوعی از این نقطه ضعف ما استفاده میکند به نفع خود، حتی کشورهای منطقه، حتی کشورهای همسایه و هر کسی که در قبال افغانستان چنین دیدگاهی دارد، بداند که روزی افغانستان بالاخره از این آلت آزاد خواهد شد. چه زمانه؟ 14 گذشت. طبیعی است، جنگ زمان ندارد. زمانی چیست که زمانی خواهد رسید که سیاست های منطقوی دگرگون بشه. هر وقت که سیاست های منطقوی از بود اقتصادی، از بود سیاسی و از بود نظامی به نوی دیگه تفسیر بشه و آلت دیگه برای خود ایجاد بکنه، او وقت است که ما از این آلت، چون او وقت نیازی برای ما ندارن، او وقت است که ما را به حال خود را خواهد کردن و هر کدام خنده بی جای خودم برای ما خواهد کرد که از این ملت به نوی ابزار استفاده کردن. ما امروز ابزار بیگانگانیم. ما در کل حکومت افغانستان و ملت افغانستان، اینا همه ابزار جنگ شدن. هیچگاه نبوده که ما را به عنوان از این نبوده که افغان یا مردم یا کشور افغانستان به اساسی مردم خوب است و دست عطوفت برای ما کشیده باشد. اینا بر اساس منافعهای خود همیشه آمادند و برای ما بر میز مذاکره نشستند و بر اساس منافعهای خود تفرقهای ما بین ما انداختند که امروز دود از این ما را کور کرده. انشالله امیدواریم که فردا اونها را کور بکنند. تشکر. بیننده های عزیز، وقفه داره. پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه دارد. سلام مجدد، به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. موضوع بحث ما صلح و مهمانان ما در استودیو آقای منور شاه بهادری، عضو مجلس نمایندگان، آقای گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا، و خانم فاطمه عزیز، عضو مجلس نمایندگان. آقای اعظمی، بیایم به حرفای رئیس جمهور غنی. دیروز رئیس جمهور غنی گفت که حمله پل محمود خان یا حمله دیروز نشان دهنده شکست مخالفان مسلح دولت افغانستان است. واقعا چنین است یا این نشان دهنده
مشکلات و ضعف حکومت افغانستان است. ما فکر میکنم که حمله دیروز یک جنایت بود. هر انسانی که احساس و وجدان انسانیت در وجود از او باشه دست به چنین اعمال نمیزنه. شما دیدین اکثر کسایی که اونجا شهید و زخمی شد یا دکاندار بود یا کسی که در مسیر را عبور و مرور میکرد افراد و اشخاص بی بضاعت و غریب. بله بدون شک من هم فکر میکنم که ضعف است. یک هدف نظامی نبود، یک هدف مشخص نبود. بسیار عزیز که با پهلوی از اینکه تروریسم برای ما جنگ و مشکلات و این بدبختی و مصیبت دامنگیری ما ساخته، جنگ در افغانستان نبودی سل علتهای دیگه هم داره. کدام ها هست؟ مثلا در خود بیکاری، این خودش یک علت عمده جنگ است. فقر، موجودیت فساد، موجودیت غاصبین زمین، مافیا، در هر ولایت اگر شما ببینین جنگا علتهای مختلف خود داره. اینا کلش با هم یک جای شده زمینه را برای شعلاورد شدن جنگ مساعد ساخت. شما هم یاره ببینین سر پروژه های بنیادی و اساسی به طول 14-15 سال با حضور جامعه جهانی، پولهای وافر و فراوانی که میلیون ها چک میلیارد ها دلار به ده ها میلیارد دلار اینجا آمد، اما از اون ما استفاده نکردیم. ما دائما میگم که ما 34 ولایت داریم، اضافه 34 کشور به افغانستان آمد. بله. هر ولایت که هر مملکت که یک ولایت تحت قیمومیت اقتصادی و مسائل خود میگرفت، امروز وطن ما به این حالت نبود. بله. آقای اعظمی به حرفای چند لحظه پیشتان بیم گفتن کار دیروز کار کسایی است که احساس نداشتند، کسایی هستند که انسانیت نداشتند و وجدان نداشتند. هرگاه مخالفان مسلح دولت افغانستان چنین مشخصه را داره، پس چه نیاز است که با کسانی که احساس ندارد، انسان نیستند و وجدان ندارند ما چرا صلح کنیم؟ این همون قسمی که ارگانهای کشفی و استخباراتی و امنیتی ما اظهار داشتند، ترایی از این همه میگن در بیرون از مردها صورت گرفته که مشخص است برای کل مردم افغانستان. بله. افغانهای ما بازم تاکید میکنم من علاقه من به جنگ نیستم، اما جنگ جنگ تعمیلی است، به خاطر دفاع از خود باید جنگید. شما ببینین هر روز دمی اخبار اعلان میکنن که 10 سرباز فلانی جای شهید شد، ما چون 50 طالب فلانی جای کشته شد. ببین ببینین سریعزی خو اینقدر فامیل بدبخت شد، به نسل آینده ما این جنگ باز به میراث میمانه دوامدار. تا که جامعه روشن نشوه، معارف ما امیار به ولسوالی های ناامن شما برین ببینین مکتب اینجا نیست. این بچه هایی که کلان میشن سبا روز کل غیر اینا غیر از تفنگ و توپ و تانک و کشتن دیگه چیزی را نمیفهمن. سری مسائل بنیادی اساسی و ریشه‌ای بحث کنیم که در نطفه ما به یک صلح واقعی برسیم. حالا صلح با چی میکنیم؟ بدون جنگ قرار است ما با صلح برسیم؟ صلح جنگ ما یک جنگ بیرونی است گفتیم، با حمایت جامعه جهانی، خاصتا ایالات متحده آمریکا که یک کشور قدرتمند است و هم پیمان ما است، ناتو، کشورهای همسایه دیگه ما که تروریسم هر روز او را تهدید میکنه، روسیه، چین، هند و خود پاکستان هم یال قربانی جنگ است. به واقعیتش جنگ اگر از ما به کابل قربانی میگیره، اسلام آباد هم امرای اشتباه است. اگر به قندار ما قربانی میتیم، پیشاور هم امرای اشتباه است. اونا باید درک کنن و خود ملت ها تقصیر نداره، ملت های نی افغانستان نی پاکستان، یک حلقه مشخص استخباراتی است که اونا بی ثباتی را در افغانستان به نفع خود میدانند. همی حلقه هم در داخل پاکستان است و هم در داخل افغانستان، مثل که شما پیشتر فرمودین که دستگاه دولتی، در دستگاه دولتی هم در قوی مقننه هم قضایی هم اجرایی افراد و اشخاص هستند که جنگ به نفع خود میدانند، خوش دارن که جنگ باشه تا منافع از او حفظ باشه. بله. اگر امروز صلح به این کشور آمد، بازی موتورای پرکش و فش زری ضد مرمی ای هم رو نهی کردن باز برای ازیا این امکانات تو زمینه مساعد نیست. تشکر خانم دکتر. رئیس جمهور غنی گفت که از قطره قطره خون افغان ها انتقام می گیرد. آیا این انتقام بدون اراده و بدون سیاست مشخص در مقابل دشمنان مردم افغانستان
قرار از گرفته شوه یا خیر؟ خب ای کاش خودشان واضح می ساختن که چگونه یا اینا می تانن که انتقام قطره قطره خون مردم افغانستان بگیرن. خودشان باید واضح می ساختن. آیا به می سیستم که روان هستن به می سیستم می تانن یا یک برنامه دیگه روی دست می گیرن باز می تانن پیش برن؟ به هر صورت من فکر می کنم که افغانستان دستخوش جنگ است و این جنگ یک جنگ تحمیلی است که بالای مردم افغانستان تحمیل شده و توریسم شما میفهمین یک پدیده است که جهان تعدید میکنه، ولی متاسفانه قربانیش فقط مردم افغانستان میده و جهان هم کشورهایی هم که همگیشان به اصطلاح عظمی ترور و دهشت افغانی حراس دارن و در افغانستان به خاطر مبارزه با دهشت افغانی، مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور پیدا کردن، اونا هم ما شک داریم صادقانه برخورد نمیکنن. یعنی اگر کشورهای بزرگ بیاین، کشورهای حمایتگر تروریسم، کشورهای حمایتگر دهشت افغانی را قناعت بتن و کمک هایی را که بر از اونا سالانه میکنن اونا را سرشان قطع کنن و فشار بیشتر را بالای کشورهای حمایتگر تروریسم بیارن، من فکر میکنم که اینا میتونن که به اصطلاح گام های مثبتی را به خاطر از بین بردن تروریسم اینا بردارن. متاسفانه به این شکل نیست، فقط فشارشان سر مردم افغانستان است. تو فکر میکنن که همین تروریسم زاده مردم افغانستان است، تروریسم تربیه شده مردم افغانستان است، در حالی که این بر جهان باید ثابت شده باشه. این مسئولیت کی است که باید ثابت بسازد که مردم افغانستان تروریست نیستند، جایگاه تروریسم در افغانستان نیست، لانه های تروریسم در افغانستان نیست؟ خب این خو مربوط میشه به حکومت دارای ما و کسانی که در این راستا مسئول هستند و کسانی که در این راستا کار میکنن، اونا باید از که این مسئله را به جهان و این مسئله برای جهان ثابت شده. این که جهان خودش نادیده میگیره این یک موضوع دیگه است. ببینین وقت به اصطلاح بزرگا و رهبرای شبکه های تروریستی در کشورهای که برای کل دنیا واضح شد که در اونجا دستگیر شدن، در اونجا پیدا شدن، چرا باز مردم افغانستان به اصطلاح اینا متهم میسازن؟ با اطمینان باید بر دنیا گفته شوه و دنیا باید ایره بفهمه که افغانستان نه تروریست تربیه کرده میتونه، افغانستان نه جای لانه های تروریست است، افغانستان فقط قربانی تروریسم است و مردم مظلوم ماست که هر روز این دهشت افغانی ازش قربانی میگیره. و متاسفانه حکومت دارای ما که در رأس هستن، شورای عالی صلح، شما ببینین از بد و آغاز امی شورای عالی صلح، شما ببینید دستاورد از اینا چی است؟ چرا می شورا را لغو نمیکنن؟ چرا از بینش نمیبرن؟ همون مصارف اگه کم است یا زیاد است چرا برای اردوی ملی و پلیس ما به مصرف نمیرسونن؟ همین چرا را چرا شما از رئیس جمهور افغانستان نمیپرسین؟ ای بارها پرسیده شده و اونا خودشان باید را بدانن. آیا شورای عالی صلح ایجادش به چی مفهوم است؟ دستاورد داشته ده اینقدر وقت؟ امیر یک بار مورد بررسی قرار بتن، یک بار امیر مورد آزمایش قرار بتن، یک بار در موردش تعمق بکنن که ایجاد شورای عالی صلح تانسته در طی همقدر مدت زمان یک دستاورد داشته باشه که حالا باز دوباره شما دیدین که تجدید نظر شد و دوباره به اصطلاح سر اعضا و گپاش دوباره تعیین شدن. دوباره من فکر میکنم که همیشه خواست مردم افغانستان در مذاکرات صلح یک جانبه بوده، یک طرفه بوده، یعنی طرف مقابل دهی هیچ دلچسپی و هیچ علاقمندی برای مذاکرات صلح نداشته. شما دیدین که همیشه پروسه تا اگه سک میرسه باز میگن والا نه اونا قبول نکردن. چندین بار به می شکل بوده، یعنی مذاکرات صلح و نشست هایی را که صورت گرفته چی در بیرون از افغانستان چی در داخل افغانستان، تمام از این فقط یک مشت کوبیده شده به هوا که از طرف مقابل هیچ گونه به اصطلاح هیچ صدای مثبت بلند نشده، هیچ چراغ سبز روشن نشده و همیشه این مردم افغانستان بوده و خصوصا حکومت افغانستان بوده که خوشباورانه رفته به می طرف. به نظر من یک راهکار جدید دولت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و کسانی که در این راستا تلاش میکنن، همگی ما مسئول هستیم. ما نمیگیم فقط رئیس جمهور مسئول است که باید صلح بیاره در افغانستان. هر کس به هر موقف کس باید است به خاطر آوردن صلح در افغانستان تلاش بکنه. یک فرد عادی همین جامعه هم اگر میبینه که یک کس مشکوک است، یک کس باید از حداقل با پلیس همکاری کنن. و موضوع دوم صداقت کسانی است که در این دولت کار میکنن، هم پلیس هم اردو هم امنیت.
کسانی که در ارگان‌های امنیتی کار میکنن باید صادقانه بر مادر وطن خود خدمت بکنن و این را بدانن که هر خائنی که به مادر وطن خیانت میکنه، هر خائنی که به افغانستان عزیز خیانت میکنه، هر خائنی که در ریختاندن خون از این مظلوما دست داره پیش خداوند جوابگو هست و از او بازپرس حتما صورت میگیره و دولت افغانستان هم در شناسایی از اونا باید دقت بکنن، صداقت بکنن و تمام کسانی را که مجرم هستن، خائن هستن، اونا را به جزای اعمالشان برسانن تا دیگه خائنین پند بگیرن و هیچ گاهی کوشش نکنن که به افغانستان عزیز خیانت بکنن. آقای انجینیر، حالا حرفا عزیز زده شد که جامعه جهانی به نحوه با ما صادقانه عمل نمی کند، اونا برنامه مشخص ندارن در قبال از بین بردن توریسم در افغانستان. کشورهای منطقه هم سیاست های دوگانه را بازی می کند. مشخص بیاییم بالای خود، آیا ما سیاست مشخص داریم در قبال ای که باید مبارزه علیه تروریسم کنیم یا خیر؟ سیاست مشخص حکومت در قبال مبارزه علیه تروریسم و جنگ مشخص است. یکی از مشخص های چیز که همیشه بحث صلح مطرح کرد، دوم جنگ ادامه دادیم، سوم نتیجه؟ اجازه بدین. سوم با وجود تمام مشکلاتی که آید این کشور هست، ما امروز بازم از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی باید بکنیم. اگر اینا هم نمی بود این میدان به دست کی می افتاد؟ طبیعی است هر کشور و هر حکومت در قبال مردم خود مسئولیت هایی دارد. متاسفانه که مؤلف های حکومت داری تعریف شده جانی ما امروز در افغانستان نداریم. دلایل مشخصی هم به این کار داریم، اما چیزی که مهم است چه باید کرد که از این معرکه بیرون بشیم. بله، ایست که اولا در قدم اول اتحاد مردم افغانستان شرط الزامی است. دو، باید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خود همیشه تقدیر و تشکر کرد. سه، به علیه بیکاری مبارزه کرد و علیه فساد اداری مبارزه کرد و بعض جاهایی که لازم یا ضرور نیست که ما از اینهای انگفتی بکنیم او را به نیروهای دفاعی امنیتی خود مصرف بکنیم. مثلا شما در پروژه در پروسه صلح دیدین که در شورای عالی صلح بیش از 200 و چند پروژه دزدی شده. بله، خب اگه پول ما به جای دیگه مصرف میکردیم از این حالت بیرون میشدیم. سوم، نسبت به واکنش هر کشور در قبال افغانستان، چه در بحث تروریسم چه در بحث دیگه، هر کشور ما باید تعریف مشخص داشته باشیم و سیاست خود بر اساس حرکات از او تنظیم بکنیم و بر از اونا تفعیم بکنیم که حرکت ما، هر حرکت تو این سیاست ما در قبال هر گاه ما سیاست خارجی تدوین شده نداشته باشیم فکر میکنید موفق شویم؟ ببینیم، نیاز است برای هر حکومت که خطوط اساسی سیاست کشور تعریف داشته باشد، از کشور خود تعریف داشته باشد و ما امروز باید سیاست خارجی خود در قبال کشورهای همسایه و در قبال کشورهای منطقوی به نفع خود باید تعریف بکنیم. درست است انزوا گرفتن از منطقه کار خوبی نیست، ما پیوسته یک جهان یا جهان یک دیکده بیش نیست، اما هر آن کسی که با ما دوست است دست دوستی دراز می کند و دوستی بی آلایشانه است با او یک سیاست داشته باشیم. او که در مقابل ما می جنگه و تروریسم تربیت میکنه و ما را به این بدبختی میکشه با او به نوعی دیگه داشته باشیم. من یک نقطه دیگه پیشتر جناب عظیمی صاحب گفت، من مخالف گپه آقای عظیمی صاحب بودم به شرطی که نظر ما است. گفتن که پاکستان هم قربانی جنگ است. هرگز پاکستان قربانی جنگ نیست. اگر پاکستان قربانی جنگ است پس جان باید احراز داشته باشه که پاکستان یک کشور هسته‌ای است. فردا با تاسیسات هسته‌ای پاکستان به اصطلاح تروریسم دست پیدا میکنه، جان به یک تهدید روبروست.
اینها حرکت های تروریستی که در کشور اونا انجام میشد، اینا سازمان یافته است طرف خود کشور اونا است، به خاطر منافع خود، به خاطر حفظ قدرت خود، به خاطر اذان عمومی مردم خود. اونها امکان داره شاید یک روز مسجد رو بکنه، یک انفجار بده، یک روز زیارت رو انفجار بده. پس اینها همه گپای یا کارهایی با پیشگیرنده به خاطر عزیز که مردم خود با خود داشته باشه، اونا را هم به نحوی مصروف داشته باشه. در اصل قربانی تروریسم مردم افغانستان است، نه مردم پاکستان بادری. و هرگاه در پاکستان چنین آلات شده، اونا توسط حکومت خودش سازمان یافته و مردم پاکستان و ملت پاکستان بدانند که حکومتشان در قبال از اونا چنین کارهای انجام. تشکر آقای اعظمی. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان آقای نبیل گفته که اگر دولت در مبارزه با تروریسم صادق است، باید انس حقانی برادر سراج حقانی را اعدام کند. چرا دولت افغانستان چنین نمی کند؟ و در مقابل ما شاهد بودیم که حکومت گذشته افغانستان انتحاری را برگ برد، توفه داد، بالاخره دوباره فرستادش، زندانیان طالب را از زندان رها کرد و ده ها کار دیگری کرد. چرا چنین کار نمی کند که پند برای دیگران شود، که حداقل انگیزه ای را نداشته باشند که دیگر نبیان به افغانستان به خاطر جنگ کردن. هرگاه سرنوشتشان مشخص باشد که اعدام است، کشته شدن است. بفرمایید. جناب بادوری صاحب گفتن مقصد ما از قربانی ملت پاکستان بود. همین قسمه که ملت ما قربانی است، ملت از وام هر روز یک سیاست مدارای از واس یا حلقه خاص استخباراتی از وام قربانی میگیره و مشخص است. آمدن سر موضوع بس، سر موضوع صحبت جناب نبیل صاحب است. با اعدام افراد و اشخاص ما نمیتونیم که صلح را به وجود بیاریم که یک فرد یا اعدام شوه یا چی شوه. بحث سر عزیز که بین ریشه‌ای و بنیادی ما به یک هدف واقعی ما که صلح هست برسیم، اینی مهم است. حالا چگونه میتونیم به هدف بنیادی خود برسیم که صلح است؟ یک چیز متوجه باشین، در افغانستان یک سیستم است که دولت مردای ما هم میگپه میزنه، یک دکاندار، یک فرد عادی هم میگه کاش این کار میشد، کاش این کار میشد. این برادرایی که همین صحبت ها را میکنن، اینا کلی که در ردای بالای دولت افغانستان بودن، یا وزیر بودن، یا رئیس عمومی امنیت بودن، یا مثلا دیگه مسئولیت داشتن، اونا باید این مسئله در کابینه افغانستان در شورای امنیت به او وقت و زمان مطرح میکردن. وقتی که از کرسی و موقف پس شدن، بازی مسائل میکنن. این یک سیستم است. من به این عقیده هستم که افغانستان خانه مشترک تمام افغان هاست. بین که تمام تعصبات سیاسی، ملیتی، قومی، مذهبی و گروپی را یک طرف بمانیم و به خاطر حفظ منافع ملی خود یک راه را انتخاب کنین که همون صلح و ثبات به این کشور است. تا همه با هم یک آواز و یک صدا نشویم و خود از اجیری بیگانه ها نجات نتیم، هرگز ما به صلح نمیرسیم، چون جنگ صادر شده است. خانم دکتر جنبندی، بس با شما، حادثه دیروز یکی از خونین ترین حادثه بود که در 14 سال در افغانستان اتفاق افتاد. پس از این حکومت افغانستان در قبال صلح و در قبال مخالفان مسلح دولت افغانستان و مردم افغانستان چگونه سیاست را باید اتخاذ کنند؟ خب من فکر می کنم که مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اگر او واقعا برای تمام ممالک، به خاطر تمام ممالک دنیا هست و یا فقط اگر برای کشورهای اروپایی و غربی و پیشرفته است، خوب گپ جداست. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمام ممالک، یعنی صدای مردم افغانستان اگر میشنون، باید به اونا صدا شود و مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت بگیره و از اونا خواسته شود که بالاخره خونریزی باید در افغانستان توقف داده شود. یک موضوع. موضوع دوم است که دولت افغانستان باید است که یک تغییر به خاطر تامین صلح، یک برنامه و یک استراتژی و یک راهکار جدیدی رو روی دست بگیرن، دست به دست هم بتن، یک راهکار جدید طرح ریزی بکنن و او را پیشکش بکنن به جهان و او را پیشکش کنن به شورای امنیت سازمان ملل متحد و از اونا خواهش بکنن که به خاطر توقف جنگ در افغانستان اونا تلاش بکنن، چون این بسیار بسط بالا هست. کشورهای بزرگ در این قضیه دخیل هستن، این فقط مسئله افغانستان و پاکستان نیست و اینجا دستای بسیار بزرگ دیگه است. اونا کار میکنن و شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه که با اون کشورها
یا به اصطلاح اونا را قناعت بتن و به خاطر توقف جنگ در افغانستان کار بکنن. در غیر از اون من فکر میکنم اگر به این شکل حکومت افغانستان پیش بره و جهان هم به این شکل در مقابل افغانستان برخورد داشته باشه، دیگه ای نه پایان جنگ است و این جنگ دوامدار به این شکل باقی خواهد ماند. که ما امیدوار هستیم هر چی زودتر جنگ در افغانستان توقف بکنم. فقط آرزو نیاز ما فقط امی است که یک بار در افغانستان صلح تامین شود و جنگ ختم پیدا کنه، صلح دائمی بیاید و از خونریزی دیگه تحمل خانم... و صبر و حوصله تمام مردم دیگه لبریز شده. خانم عزیز، آقای اعظمی و آقای بهادری از حضورتان در بحث ما تشکر. بینده های عزیز، از شما هم تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می‌سپارم.